اما پولای مملکت کجا رفت؟ میلیاردها دلار الان امریکایی‌ها آمارش رو درآورد، میلیاردها دلار رفت تو شکم حسن نصرالله و تروریستاش. به اسماعیل هنیه گفتن آقا برو اسرائیلو بزن، گفتو بزنم جواب اون وقت شهدا رو چی بدم، خانواده‌هاشون پول بدین تا من برم بزنم. حسن نصرالله منتها نوکر خانزاده، مثل اسماعیل هنیه نیست که سنی باشه بعد مت صدام رو بکنه از جمهوری ولایت فقیه پول بگیری دست امیر دولت عظمای قطر رو ببوسه. نه، حسن نصرالله نوکر خانزاده. یکی از این خانمایی که بگومهایی که شوهرش جز نوکره حسن نصرالله است و خودشون نوکر جمهوری ولایت فقیه، این خانم داره دفاع میکنه از این که نان سفره شما میره تو سفره اون. گوش بدید به حرفش تا من خدمتش برسم. گوش بدید. وقتی تشخیص میدن من یه خانم لبنانی هستن، میگن شما نون و آبمون میخورین، شما لقمه سر سفره بچه ما رو دارید میگیرید، شما اینجوری شما اینجوری. بذار من رو که اینو بگم، ما به خاطر ایران خیلی کارو کردیم. ما این سپری که بیرون از کشور که اگر کسی میخواد کوچکترین اشاره به ایران بکنه، همه ماها می ایستیم و می جنگیم و دفاع میکنیم، بچه هامون و جوان هامون و همسرانمون و خونه هامون دادیم. اینو این کارو قبلا کردیم. من میخوام به خانواده ایرانی بگم اگر یه لقمه از سر سفرت کم بشه، مالی غریبی نرفته، برای کسی که رفته هم اونم سپاه شما بیرون از کشور هستن. شما غلط کردین از ما دفاع کردین. شما از ما دفاع کردین؟ چه دفاع کردین؟ بچه های ایران تو بیروت میگیری تحویل رژیم میدی، دفاع کردی؟ شما لقمه حرام میخورد چون ملت ایران نفرینتون میکنه، ملت ایران متنفر از شما. ما عاشق لبنان بودیم و هنوزم لبنان رو دوست داریم، اما حسن نصر و شیطان و دار و دستش رو متنفریم ازش. ثروت ما رو غارت کرد. امام موسی صد تخم چشم ما بود و هنوزم هست. دست رباب خانم رو میبوسیم، دست روی ماه صدرالدین رو میبوسیم. ولی شماها جنایتکاری، شما جنایت کردید. توله های شما اومدن تو خیابون های ایران آدم کشتن، تو عراق آدم کشتن. 70 سال سیاه حمایت و کمک شما رو نمیخوان. برید گم بشی، کشور ما رو رها کنی. ما نه حسن نصر و شیطان میخوایم، نه نعیم قاسم میخوایم، نه صفیه دین میخوایم. حالا دختر قاسم سلیمانی رو بردی نوش جانه، دختر اونم لیاقت همون صدرضای شما رو داشت، ولی حق ندارید شما سفره ملت ایران رو غارت کنید، خجالت بکشید. در برابر حرفای تو صدای این پیرمرد رو میگذارم با شعر، در شعری از روزگار ولایت نایب آقا مهدی داره میگه. گوش بدید. هر روز بیدار ریال دائم اگر از ارزش افتاد، تورم گر رسید تا مرد 70، مکن بیهوده خاطر را مخدر، حجابت را رعایت کن خواهر. جوانان گر همه بیکار گشتند، دچار شیشه و سیگار گشتند، و یا در کنج غربت خار گشتند، مکن یک لحظه چادر را تو باتر، حجابت را رعایت کن خواهر. ایوالله دمت گرم. اگر پرده بر ما سر فرازی کند، بر کودک ما دست درازی، مشو دلگیر از این کودک نوازی، تو فکر کعبه باشو حج و مشهد، ز نامحرم بپوشان چهره و سر، حجابت را رعایت کن تو خواهد. پیر مردی که شاید سواد آنچنانم نداره، ولی شرح درد رو به خوبی بیان. آیسه دلی آقا،
به این خانم هرچی میخوای بده از اموال خودت بده. اصلا اون اموالی که به خواهر محترمتون دادید و به همسرشون آقای شیخ علی تهرانی بعد از فوشا و ناسزاهایی که به خمینی داد. حالا چنین میگن. شاید هم شیخ علی البته شیخ علی تهرانی خیلی راست میگفت. خیلی خوب میگفت. بله. حالا میگن شما به بدری خانم خواهرتون مهر داشتید نذاشتید که تو عراق بمونه برگرد. ولی رولای زمو تو عراق گرفتیم. آوردین اون بلاها رو به سرشون. خدا بهش رحم بود. رژیم افتاده به وحشیگری و آدم کشی. واقعا خدا رحم. اما این خانم میگه آره یه لقمه از سفرتون میاد توی سفره ما چیزی نیست. ما براتون فداکاری کردیم. نگاهی به گزارشی در باب اجاره بکنید و ببینید که هموطنان عزیز ما در چه شرایط هستن. همه جا یه وقتی میگفتن آقا تهران بریم بیرون خیلی اوضاع خوب بودن. من هم آشنا داشتم، قوم و خویش داشتم، دوست داشتم. میگه آقا من میرم بیرون، چهار قدم میرم اون برتر، صبح یه ساعت تو راه میومد، میرفت قزوین، میرفت کرج. من کرج هم اون وقت میرفتم، میرفت بعضی ها دورتر میرفتن، اصلا خودشون رو منتقل میکردم. یکی از دوستان بود من میرم مرکز تلویزیون، میرم لرستان. رفت بلم خوشحال، چون یه دفعه خرجش میشد یک پنجم. اما حالا نگاه کنید به این گزارش اجاره. یه بار با این صحنه روبرو میشم. به دلیل پیدا نکردن خونه با مبلغی که دو دستمون داشتیم، متاسفانه اسبابمون آوردیم تو محل کارمون انبار کردیم. واسه اینجا رو چند اجاره کرده بودی؟ 7 تومن 300 تومن. الان چقدر میخواد؟ 20 تومن 500 تومن. چند ماه کرایه ندادی؟ 4 ماه ندادم کرایه. خود اینو چند خریدی؟ این کمربند رو تلویزیون خونم فروختم 3200 کمربند رو خریدم. ما مستاجریم تو منطقه تهران سر. پولمون نمیرسه خونه اجاره کنیم. الان آوار شدیم. مثلا 97 خونه رو 85 میلیون رهن کردیم. رهن این واحد الان حدود 200 میلیون 230 میلیون تومان هستش. همسر من کارگر هستم و برجی 2 میلیون و 500 هزار تومان. به نظر شما چجوری میتونه توی 2 سال 100 میلیون تومان جمع بکنه یا بخواد برجی 2 میلیون کرایه بده با یه بچه کوچیک؟ 26 میلیون تومان پیش دادیم با ماهی 400 تومان. 26 میلیون تومان رو چجوری بکنیم 80 تومان پیش؟ از صبح تا شب بنگاهی نیست که سر نزده باشم. اما متاسفانه با بودجه‌ای که ما داریم و با کرایه‌ای که میتونیم بدیم، حتی یه دونه مورد ولو داغون‌تر از اینی که الان هستیم پیدا نکردم. اینجا شهرک ولی هست، جنوب تهرانه. یا آپارتمان دارم 61 و 200، یا آپارتمان 65 متره بدون آسانسوره، بدون پارکینگ، 15 سال ساخته و ارزون ترین کیسیه که من الان دارم. ما خونه‌ای که داریم میشینیم یک آلونک یک تختم بیشتر نیست. 10 میلیون پول پیش دادیم، ماهی هم 1 میلیون سال داریم اجاره میدیم. یعنی شما همین 60 میلیون رو اگه 2 سال پیش داشتی، یه 60 میلیون هم وام میگرفتی، همین آپارتمان رو میخریدی. ایشا من شوهرم نشستی. دیدیم هیچ راهی نداریم. شوهرم آخرش برگشت گفت من میرم دست و پامو میشکنم، میرم خسارتش رو از بیمه میگیرم، میذاریم رو پولمو بتونیم یه سانگیر توی خونه بشیم. منی که کارگر ساده هم، من که پدر ندارم، اصلا نمیدونم چه کار بکنم. من جوان 26 ساله به تنها چیزی که فکر نمی کنم ازدواجه. من به خاطر روز 90 تومن تلفظ کردم. قسط و قرضم از کجا بیارم؟ یعنی اگه من یه روز کار کنم همون شاید بتونیم یه معاف بگیریم. قسط بانکی که بخشیده نمیشه از کجا بیارم؟ جریمه های قسط هم از کجا بیارم؟ نون زن و بچه هم از کجا بیارم؟ واقعا ما زیر بار این گرونیم، زیر بار مشکلات اقتصادی، زیر بار اجاره خونه له شدیم. آبروی ما در خطر، فرد آبرومون در خطر، به دادمون برسه. خب همینجوری پیش بره، رفته رفته ما باید چادر بزنیم، ما خونه نمیدن اصلا. گزارشی است از زندگی مردم و جوانای ما. یعنی چرا زندگی اصلا میپاشه؟ خب میپاشه دیگه. این نتیجهش.